خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. همینطور میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم هم با شما تماس بگیرن. میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم. می روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد حادثه‌ای که این روزها در ایران انعکاس گسترده‌ای داشته، اسید پاشی در اصفهان. عده‌ای پیدا شدن که هویتشون هنوز مشخص نیست، به روی زنان جوان و دختران اسید پاشیدن، تعدادشون مشخص نیست. برخی منابع رسمی در ایران میگن 4 نفر تا به حال قربانی اسید پاشی شدن، اما منابع غیر رسمی این آمار رو بالاتر میبرن. آخرین اقداماتی که صورت گرفته، وزارت کشور میگه که سازماندهی شده نیست. معاون اول قوه قضاییه ایران محسنی اژه‌ای اعلام کرده که جرم این کار در صورت دستگیری کسانی که به این کار مرتکب این جرم شده باشن اشد مجازات است. شما چی فکر میکنید؟ اسید پاشا کیان؟ از کجا میان؟ چرا یه همچین حادثه‌ای در شهر اصفهان صورت گرفته؟ از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ و توییتر و بیاین روی برنامه روی خط و دیدگاه هاتون رو با ما به اشتراک بگذارین در ساعت پیش رو. روزیتا، یکی دیگه از راه‌های ارتباطی ما پیامگیر برنامه هست. پیامگیر اتوماتیک برنامه هست 202-382-7205 که از همین الان میتونین تماس بگیرین با برنامه و نظراتتون رو در برنامه منعکس بکنین. قبل از برنامه تعدادی هم پیام ما دریافت کردیم که پیام زری رو با هم دیگه میشنویم. من تریه هستم. برای من هیچ جای تعجبی وجود نداره، چون که لبه تیز حمله ها هر روز به طرف خانوم ها، چه در مجلس برای اجرای کردن طرح حجاب و عفاف، چه در نمازهای جمعه مثل نماز جمعه سال 1390 در اصفهان که امام جمعه گفته بودن مسئله حجاب از حد تذکر فراتر رفته و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد، و یا رئیس انصار حزب الله که گفته باید خودمون با بدحجابی برخورد بکنیم، و یا مصاحبه های تلویزیونی در مورد حجاب یا سخنان روحانیان در مورد زنان که یکی از اونا گفته بود همین چند روز پیش می‌دیدم به اینکه خانم‌ها باید حقوقشون رو به آقایون بدن و اینا. این به نظر من خانم‌ها رو در حد برده پایین آوردن و اگر اینجور باشه پس با برده همه کار میشه کرد. اینا همه سخنانی هستش که باعث التهاب در جامعه میشه. یه دم که دنبال روی اصلا این طرز فکر و اینجور فتواها و اینجور صحبتها هستن، پس میان دست به کار میشن و ما الان دیدیم که تو اصفهان این کسانی که حمله میکنن به اونا اسید پاشیده میشه. اینا خانمای جوون هستن، به گفته مردم هم حجابشون معمولی بوده، پس این مسئله با مسئله حجاب در هم آمیخته. اصلا این که میگن مسئله شخصی بوده یا معلوم نیست چی بوده، این به نظر من اصلا درست نیست. واقعا به نظر من این بی‌عدالتی هستش. من از آقای رئیس جمهور میخوام که بیان، که خودشون هم همیشه گفتن حقوق دان هستن و سرنگ نیستن، بیان براجع به این مسئله صحبت کنن و این رو به جای درستی هدایت بکنن این مسئله رو. این خبرها با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. دولت رو به پاسخگویی فراخوندن، ولی هنوز هیچ مقام رسمی دولتی، حداقل مقام ارشد در حد وزیر کشور، اظهار نظری در این مورد نکرده. اجازه بدین گزارش ببینیم که همکارم رضا یگانه آماده کرده و مروری کرده بر این دیدگاه‌ها. بعد برمیگردیم به ادامه برنامه. اصفهان که میگوید نصف جهان است و یکی از مراکز فرهنگی جهان، این روزها در کابوسی به نام اسید پاشی زندگی میکند. قدم هایی که تند از راه میرسند و بر روی زنان و دختران اسید میپاشند و میگریزند و پنهان میشوند تا روزی دیگر و قربانی دیگر. اصفهان با کابوس و بحران خوشسالی دست و پنجه نرم میکرد که اسید پاشا از راه رسیدند. هنوز کسی نمیداند این گروه از کجا فرمان میگیرند و چگونه قربانیان خود را انتخاب میکنند. خدا.
تو رو خدا صدا در میاد، خفه شد، اسم خدا رو با اون دهن جن نجست نگیر. یک مقام وزارت کشور ایران از بازداشت چند مظنون خبر داده. 4 مورد داشتیم که با توجه به اطلاعات اولیه‌ای که به دست آوردیم یه سرنخ‌هایی به دست پلیس رسیده. و محسن اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است اسیدپاش‌ها به اشد مجازات می‌رسند. اما هنوز از مقام‌های ارشد دولتی و مذهبی در ایران خبری نیست. آنها به چه می‌اندیشند؟ نمایندگان مجلس چرا نگران نیستند؟ فرمانده نیروی انتظامی، وزیر اطلاعات هنوز اظهار نظری نکردند. در کشوری که اعلام کردند 16 نهاد اطلاعاتی دارد، نباید یافتن چنین گروه و یا افراد خطرناکی دشوار باشد. در حالی که پیش از این در کرمان گروهی سازمان یافته زنان را می‌کشتند، بازداشت شدند. آنها گفته بودند به وظیفه شرعی خود عمل کردند. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزارت اطلاعات پس از قتل نویسندگان سرانجام به دست داشتن جمعی از پرسنل خود در این قتل‌ها اعتراف کرد. در همین روز هاست که در اصفهان اعلام شده جمعی وبلاگ نویس مرتبط با خارج از کشور بازداشت شدند. بنابراین چرا تا کنون کابوس اصفهانی ها بازداشت نشده؟ چرا اصفهان از وحشت می لرزد؟ آیا اسیدپاش ها بازداشت می شوند؟ اما مهمتر سرنوشت قربانیان است که از زندگی محروم شدند. آیا دولت ایران مسئولیت و هزینه مداوای آنان را خواهد پذیرفت؟ رضا یگانه، صدای آمریکا، واشنگتن. می‌کنیم نظرات شما رو در شبکه‌های اجتماعی. محمد در توییتر میگه اگر چند تا جوان روی پشت بام برقصن یا در پارک با تفنگ آب‌پاش بازی کنن یا جوک درباره امام بسازن سریعاً دستگیر میشن، اما اسیدپاشی. مسعود از کاربران فیسبوکمون هست، میگه در مملکتی زندگی میکنیم که آب‌پاشی جرمه و اسیدپاشی امر به معروف. علی یکی دیگه از کاربران فیسبوکمون میگه وقتی نمایندگان مجلس برای کسانی که با مثلا بدحجابان مقابله میکنن منع عدم پیگردی تصویب میکنن و نتیجه همین خودسری ها خواهد بود که یکی از نمونه هاش اسیدپاشی هست که داریم میبینیم. در اینستاگرام روشنک از کاربرانمون میگه با هیچ منطقی نمیشه همچین عمل کثیفی رو توجیه کرد. اسیدپاشی کثیف‌ترین جرمه، چون هر کسی هر خطایی هم که کرده باشه کسی اجازه نداره اینطوری مجازاتش بکنه. اینان افراد بیگناهی هستن، یا دانشجو هستن یا کارمند هستن. یکی از این اشخاص از دوستان دوستم بود که از یک خانواده ساده و محترم بودن و هیچ مشکلی هم نداشتن. نظرها خیلی متفاوته، واکنش ها خیلی متاسفانه همه متاثر شدن از این اتفاقی که افتاده. برخی معتقد هستن که اینها رو هم باید مجازات بکنن، ولی برخی دیگه معتقد هستن که مجازات کاری چار نیست. متاسفانه این عقیده که الان جا افتاده تو برخی از اینها و دارن این رو دنبال میکنن مشکل هست و دولت مسئول اصلی این جریانه و باید اقدام سریع بکنه. بله، اما اجازه بدین که ببینیم آخرین واکنش یک مقام انتظامی و یک مقام منابع بیمارستانی در ایران رو که تلویزیون دولتی ایران پخش کرده، بعد برمیگردیم به ادامه این برنامه. در طول یک سال گذشته 4 مورد اسیدپاشی در مقاطع مختلف که 2 مورد اول اون به خاطر این که عدم آسیب جدی و حتی عدم پیگیری در سیستم نیروی انتظامی و قضایی انعکاس خاصی نداشته، ولی مورد آخر چون این اقدام منجر به یک آسیب به یکی از خانم ها شده است، باعث ایجاد حساسیت و در بین مردم شده. ولی یافته های پلیس نشون میده این که این فرد احتمالاً از یک شخصیت ضد اجتماعی رنج میبره و با انگیزه مشخص در یک فرصت مناسب با پاشیدن اسید متواری می‌گرد. متأسفانه پیرامون این حادثه شایعاتی زیادی توسط افراد غیر مسئول و برخی از شبکه‌های اجتماعی شده است که هیچ کدام صحت نداره. و این موضوع که گفته میشه کسانی به اونها اسید پاشی میشه و که بد حجاب هستن یا در سن خاصی هستن، نه، افراد بد حجاب هم نبودن، در سن‌های متفاوتی بوده
و صحت نداره. حدوداً 4 نفر اسید پاشی داشتیم که 2 موردش منجر به بستری شد و 2 موردش بسیار جزئی بود و نیاز به بستری شدن نداشتن و بحث چشماشون هم از کلن نبود. 2 نفری که منجر به بستری شدن مثلا اهل همین اصفهان هستند، ولی اون 2 نفر سر پایی ها، یک موردش یه خانم افغانی بود و اون یه نفر دیگهشون هم از همین اصفهان بودن. بله، این آخرین اظهار نظرهایی هستش که در شبکه‌های اجتماعی هم توضیح شده، به اشتراک گذاشته شده. رضا از اصفهان با ماست که خودش رو دایی یکی از این قربانیان معرفی میکنن، دایی خانم سهیلا. رضا بفرمایید، شما روی خطیم. من با سلام مسئله بینندگان و شنوندگان عزیز و مجریان محترم در خدمت هستم. میتونین حادثه رو به ما توضیح بدین و پیامدهاش رو و اینکه به کجا رسیده نتیجه؟ من اگر بخوام از ابتدای این مسئله رو براتون باز میکنم، در حوالی ساعت 6 بعد از ظهر روز 9 مهر ماه اگر اشتباه نکنم، در منطقه خیابان مشتاق دوم خانم سهیلا جرکش توقف میکنه که جواب تلفن مادرش رو بده، که در حین صحبتی که با مادرش صحبت میکرده، موتور سوار که ایشون هم چون در یه لحظه دیده 2 نفر بودن، یه ظرف بزرگ اسید را به سر و صورتش میریزن که ایشون با دستش جلوی صورتش رو میگیره و اینا سعی میکنن تمام محتویاتش اون به اصطلاح ظرف رو خالی بکنن که باعث سوختگی شدید دست ها و صورت و چه متاسفانه چشم ها و آسیب کلی میشه و چون کمربند بسته بوده نمیتونه پیاده بشه، برتری خودش از ماشین خارج میکنه و چون چشمش جایی نمیدیده وسط خیابون میاد که مردم متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده و خب کسی هم نمیتونه کمک بکنه. ایشون سعی میکنه لباسش رو در بیاره که اون اول بحث داره که ما نمیشدن که لباس رو در نیاره چون خیلی لخ بشی و نمیدونستن، بعد بغلش میکنن در نیاره صندلی عقب ماشین خودش و تا اورژانس میاد و تلفنش که از دستش افتاده بود بعد به خانواده خبر دادن. ما 1 ساعت بعدش توی بیمارستان رسیدیم که متوجه ماجرا شدیم که به چه صورت فجیع ایشون سوخته است. به بیمارستان سوار سوختگی برده بودن، اونجا گفته بودن که چشمش آسیب دیده، متعلق کرده بودن به فیز. از فیز گفته بودن که چون ممکنه داخلی ریش رفته باشه بدون اینکه کاری روش انجام بشه منتقلش کردن به کاشانی. از کاشانی تو بخش اورژانس بود که اونجا هم کاری روش انجام نمیشد و با سر صدای پدرش مقدار گفتن به کاری خاصی نمیشه روش کرد، منتقلش کردن مجددن به فیز و خب این زمان طولانی بود و ایشون هم از شدت درد بیتابه میکرد. در صورت بیمارستان فیض متاسفانه اونجا ساعت 11-12 شب، یعنی رضا یعنی شهری به بزرگی اصفهان این همه کمبود امکانات داره برای یه همچین حادثه ای؟ ببینید جریان در روز اتفاق افتاد که بین تعطیلی بود، یعنی پنجشنبه جمعه و روز یک شنبهش هم ظاهراً عید بود، اکثرا مرخصی رفته بودن، ولی متاسفانه مسئله پزشکی ما جایی که الان اتفاق میفته بیمارستان سوان سوختگی چشم پزشکی نداره و چشم پزشکی هم بیمارستان سوختگی و اسیدی ها نگه نمیدارن و این قضیه هنوز هم ادامه داره، یعنی هنوز بعد از 20 روز که ما با این مشکل رو ببستیم الان که تو بیمارستان از اصفهان منتقل شد. حالا بعد من اینو میخواستم بگم، بیمارستان فیض اون شب ایشون هم مرخص کرد، یعنی گفت ما نمیتونیم نگرش داریم و هرچقدر ما سر صدا کردیم که اینا چیکارش بکنیم با وضع موجود، گفتن ما نمیتونیم نگه داریم و ماشین ما اینا با یه ماشین خود شخصی منتقل کردیم به سوار سوختگی، اونجا هم کارت ملی میخواستن، پول میخواستن، کار نداریم. تا ساعت 2 شب ما تونستیم اونجا اینو بستریش بکنیم و تازه اونجا کارهای اولیه روش انجام بشه.
بعد از یک هفته که تو اصفهانم گفتن کاری نمیشه کرد. آقای رضا ببخشید شما توضیح میدین خیلی غم انگیزه، اجازه بدین بپرسم در این مدت 21 روز آیا از مقامات دولتی، از استانداری، اهم از استانداری یا از مرکز با خانواده ایشون تماس گرفتن؟ والا متاسفانه یه تراژدی هستش که خب انعکاس پیدا نکرده بود و شاید حالا بی اطلاع بودم یا نمیدونیم، ولی خب به صورت چیزی نبود که بگیم اطلاع کافی هم نداشتن. در حال حاضر ظاهرا دو روز گذشته تماس های گرفته شده با پدرش و یه قولی دادن که کمک میکنن، ولی خب اینا از روز لحظه حادثه تا الان در بدترین شرایط خانواده دارن زندگی میکنن و بس خود این دختر که از بین رفته، صورت چشماش و امیدی بهش نیست. امیدواریم که مسئولین محترم یکی در مورد پیگیری پزشکی کمک بکنن از وزیر محترم بهداشت، جناب دکتر هاشمی، مقام ریاست جمهور و کسایی که میتونن کمک بکنن که این یکی از چشماشو گفتن میشه در 20% دیدشو نگه، حتی اگر پزشکای خارج میتونن کمک به این بچه بکنن. دختر 26 ساله دانشجوه، زیباییش رفته، صورتش رفته، عمل پوستش انجام دادن، فردارم مجدداً قرارش عملی بکنن که نمیدونیم چی بشه. ولی در مورد چشمش هم متاسفانه تو بیمارستانی که الان هستش حتی برای ریختن یه قطعهش رو پرستار از بیرون خصوصی گرفتن که بره قطعه داخل چشمش بده که این خوبستانی به چشم گفتن نمیشه، با قطعه مرتوب نگرش دارن و این خب به هر حال سخته و خونه مادم که حالا خود به هر حال شهر قربت سختی دارن این لحظات رو طی میکنن. امیدواریم که مسئولین کمک بکنن. مورد دوم هم به هر حال این یه تراژدی سنگین هستش برای مردم، اینا به هر صورت که میتونن جلوشو بگیرن و تلارسانی درست بکنن، حداقل بیمارستانی باشه که یه اینطور اتفاقی رو بتونه همزمان چشم و پوست رو با هم رسیدگی بکنه. نه که من در یه اون شب خود من 4 دفعه بین این بیمارستان تردد کردیم و هیچ کدوم امکاناتش رو نداشتن. چشم پزشکی ما پوست نمیتونیم کاری بکنیم، بیمارستان سوان سوختگی گفت ما کار چشم رو نمیتونیم بکنیم و روزای تعطیلی هم بود و به هر صورت الان تهران هم همین مسئله هستش. اونجا هم الان بین بیمارستان متخری و بیمارستانی که به اصطلاح در مورد چشمش لبمافی نجات جان دکتر برادران، اونجا هم باید خودشون شخصا ببرنشون بیمارستان چشم رو ویزیت کنه دوباره برگردونن توی بیمارستان. ممنونم رضا، مثلا کمک بیشتری به ما بکنن و استدعا میکنن که در این مورد هر کمکی که جوامع پزشکی ایرانیانی که میتونن کمک بکنن از نظر پزشکی، کمک به بینایی چشم این بچه و بهبودیش، و از مسئولین محترم هم عاجزانه درخواست میکنیم که به این قضیه پیگیری بکنن. چون واقعا یک لحظه فکر بکنن خدایی نکرده یکی از عزیزان خودشون از منزل بره بیرون و بعد یکی دو ساعت بعد زنگ بزنن که یه موتور سوخته بدون چشم بدون صورت. امیدوارم بزن. بله امیدوارم که صدای شما شنیده بشه و به این خانم جوان کمک بکنن. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه این برنامه. زنان ایرانی، حقوق بشر، سری می‌زنیم به دنیای فیلم و هنر و سرگرمی تا ببینیم در این جهان پرهیاهو چه می‌گذره. درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشا. این پروژه نیروهای گارد ملی برنامه‌های صدای آمریکا. روسیه بازی کرد، بازی نخستش رو واگذار کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید، www.ir.voanews.com. یکی از کاربران توییتر به نام بیتا میگه دوست خارجی از من پرسید ISIS که همون داعش هست به ایران رسیده؟ گفتم نه، خودمون روی خودمون اسید می‌ریزیم. جواد یکی از کاربران هست به صحبت‌هایی که امام جمعه اصفهان گفته بود که البته بعداً تکذیب کرده بود، میگه اینها نتیجه تحریکی هستش که امام‌های جمعه انجام میدن، مسئول این فجایع این افراد هستن. علیرضا از کاربران دیگه فیسبوکمون میگه این اسیدپاشان تندروهایی هستن که بی فکرن فقط. سعید از کاربرانمون میگه فکر نمی‌کنم این حرکت کار یک گروه دیوانه و افراطی هست
هستش و به نظرم حکومت همچین حماقتی رو نمی‌کنه که با این شدت بخواد با پدیده بدحجابی رو بخواد کنترل بکنه. میگه چون شخصا خدمت سربازیم در نیروی هوایی اصفهان بوده، شناخت کافی از مردم اصفهان دارم، مردمی به شدت مذهبی و معتقدی هستن که خصوصا در مورد پوشش بسیار مقید هستن، که البته این موضوع نگران کننده است که مردمی با این فرهنگ و تمدن اینقدر متاسفانه بد برخورد میکنن. در آخر هم اضافه کرده زمانی که با گروهی مثل هپی که یک گروه موسیقی بوده در ظرف 2 روز اینها رو شناسایی میکنن، دستگیرشون میکنن، چطور هستش که در اصفهان که وسعتش خیلی کمتر از تهران هست اینها نتونستن کاری انجام بدن. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. پیامی رو با هم میشنویم. با عرض سلام خدمت آقای سفیری و خانم ایران دوست، مشخص هستش که چرا این کسانی که اسیدپاشی در اصفهان کردن دستگیر نمیشن. به طور واقع اینها از طرف نیروهای حکومتی و اشخاص نیروی انتظامی و حزب‌اللهی و غیره بودن و معلوم هستش که اینها هیچ وقت دستگیر نخواهند شد، چون که از خود رژیم هستن و من فکر نمی کنم که شخص عادی این کار رو انجام داده باشه و این افراد از این اشخاص عادی باشن. خدا نگهدار، روز شب خوبی براتون آرزو می کنم. خدا حافظ. هومن از بلژیک با ماست، از بروکسل با اسکایپ، بفرمایید. وقتتون بخیر و واقعا باعث تأسف و ناراحتی برای همه ما هستش که این اتفاقات بد رو از داخل ایران میشنویم. من به عنوان خبرنگار آزاد هر 2 روز در میون اخبار کوبانی رو در رادیوی دولتی بلژیک پوشش میدم. امروز در لابلای صحبت هام که داشتم اخبار رو میگفتم، مجری برنامه از من پرسیدش که آیا خبر داری که در ایران اتفاق افتاده؟ گفتم بله، 3 هفته میشه که این اسیدپاشی روی زنان ایرانی انجام شده و رسوایی این ماجرا به دولت ایران خواهد موند، چون که 3 تا توریست بلژیکی در اون لحظه اون صحنه رو دیدن و توییت کردن به توییترشون و رادیوهای بلژیک و اون کسانی که آشنا بودن این ماجرا رو خوندن و من این قول رو به شما خواهم داد و این رو خواهش میکنم وقت رو به من بدین. موقعی منتظر هستم که این دوستان از ایران بیان و من بتونم با اونا در این باره گفتگو بکنم و قول میدم که این گزارش رو به شما تحویل خواهم داد، چون من الان دارم در برنامه شما صحبت میکنم. متاسفانه ببینید، مجری برنامه از من پرسید پلیس نتونسته اینا رو پیدا بکنه. ببین، نیروی انتظامی این مملکتی که میره ظرف 3 روز جوانایی که میرن موزیک هپی رو اجرا میکنن یا کسانی که به گفته خودشون شاید روی شبکه‌های اجتماعی اومدن از آقای خمینی جوک ساختن، اینا رو خیلی راحت پیدا میکنن و جوانایی که شاید تو پارک دارن با هم آب بازی میکنن، نیروی انتظامی فوری میرسه. نیروی انتظامی اونجا هست که بره صندلی رو از زیر پای جوانی که قراره تا چند دقیقه بعدش به دار آویخته بشه رو صندلی رو میکشه از زیر پاش. نیروی انتظامی اونجا هست. چطور نیروی انتظامی نمیتونه این کسانی که چنین کاری رو کردن؟ انگشت اتهام به سوی نیروی انتظامیه و واقعا آقای ایجی باید بدونن که واقعا نیروی انتظامیشون هم بازوی خودشون هستن و اینا در جریان این اتفاقات بودن و اصلا همچین چیزی امکان نداره که نیروی انتظامی نتونه اینا رو پیدا بکنه و اصلا بگن که ما در جریان نبودیم. به هر صورت این اتفاقی که متاسفانه افتاده و در این 3 هفته هنوزه که هنوزه این آقایون در شهر دارن واسه خودشون میچرخن و کسی هم به داد این قربانی ها نمیرسه و واقعا باعث تاسف این دختر جوانی، خانم جوانی. آقای شهروندی، امیدوارم که پیگیری شما نتیجه بده و ممنون میشیم اگر گزارشی داشته باشین، اگر که تایید بشه پخش بشه، با توجه به اینکه حاضران در واقع توریست هایی بودن که بلژیکی بودن و از نزدیک به تعبیر شما در توییت خودشون نوشتن رو دیدن. سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادین و اومدین روی خط. روزی تا یکی از مواردی که در این جور مسائل همیشه بهش اشاره میشه اینه که چرا دولت ها پاسخگو نیستن.
باید فرمانده نیروی انتظامی در ظرف 21 روز گذشته میومده توضیح میداده، وزیر اطلاعات توضیح میداده، نمایندگان مجلس بعد نظر میخواستن. به همین تعبیر اتفاقاتی که میفته وقتی پاسخگو نیستن، پرسش ها به این افکار عمومی میره بالاتر. به همین مسئله که اشاره کردی، حتی خبرگزاری های داخل ایرنا و ایسنا مطالبی خیلی تند نوشته بودن و اعتراض کرده بودن نسبت به اینکه چرا مجلس هیچ واکنشی به این مسئله نداشته. تو توییتر بیشتر این بازتاب داشته و خیلی ها اینا رو توی چند سطر نوشتن که این تناقضی که بین نظرات مسئولین بوده، یک نفر میگه 4 نفر دستگیر شدن، محسنی اژه‌ای تاییدش نمیکنه، تکذیب میکنه دستگیر شدن اینا رو. متاسفانه این تناقض بین نظرات مسئولین در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی برخورد داشته. کاربری هم در توییتر کاریکاتوری رو به اشتراک گذاشته و میگه اسید پاشی به زنان اصفهان، همونطور که میبینین این کاریکاتورش بوده. بهمن از کاربران فیسبوکمون میگه فرق داعش عربی با داعش ایرانی، جنایتشون در این هستش که اونها گردن میزنن اما داعش ایران و عوامل پشت صحنه میگن کار ما نبوده. نیتا از کاربران دیگه میگه امنیتی برای زنان وجود نداره چون دولت از زنان حمایت نمیکنه و به طور کلی فرهنگ حمایت از زنان در ایران چندان پیشرفتی نکرده. اگر جلوی اسیدپاشی گرفته نشه، این آفت به بقیه شهرها سرایت میکنه و نه فقط خانم‌ها بلکه آقایون هم قربانی خواهند شد. نیتا در ادامه میگه البته من تمام این جریان رو از چشم رهبر میبینم، باید اسید فروشی به طور کل قدغن بشه و آموزش های لازم از طریق رسانه ها به کرات در اختیار مردم قرار بگیره تا در صورت سوختگی بر اثر اسید شخص کمترین صدمه رو ببینه و بهترین و مؤثرترین درمان برای اون انجام بشه. البته در ادامه برنامه نظر یک کارشناس و فوق تخصص رو حتما براتون در مورد اینکه مردم میتونن در اون لحظه چطور کمک کنن حتما میخونم. پیامگیر برنامه‌مون 202-382-7205، پیامی رو با هم میشنویم. با سلام، وقتتون بخیر. در مورد این حادثه اسیدپاشی که در اصفهان اتفاق افتاد، برخی تلاش کردن که این علت این اتفاق رو امر به معروف و نهی از منکر عنوان کنند، در صورتی که با اخباری که من دنبال کردم در مورد این حادثه متوجه شدم که اتفاقا افرادی که قربانی این حادثه هستند همشون به لحاظ حجاب اون مراعات حجاب اسلامی رو کردن و حجاب خوبی داشتن و اصلا علت این مسئله امر به معروف نبوده. خانم ماریا از سوئد با ماست. خانم بفرمایید، شما روی خطین. درود میگم دوست عزیز، از تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادید که به روی خط صدای خط شما بیام. ممنونم، بفرمایید. متشکرم. من از سوئد زنگ میزنم. بله. و خودم به هر حال منم این قضیه رو دارم دنبال میکنم و به نظر من مسیر قضیه باید به اون طرف بره که این اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای هستش و امروز 4 تا نبوده بلکه 14 تا بوده. امروز فقط 3 یا 4 تا اسیدپاشی قربانی دیگه داده و یکی از این قربانیان امروز جونش رو از دست داده و به نظر من باید فشار زیادی به دولت آورد و مردم آگاه باشن که اینها با فریبکاری‌ها و دروغ‌هاشون به گردن صهیونیست، عوامل خارجی و یا یک عده دیوانه نندازن، بلکه اینها کنترلی هست که میخوان روی زن، روی بدن زن، روی حجاب زن داشته باشن و بدین وسیله میخوان ایجاد رعب و وحشت بکنن تا نه تنها در اصفهان بلکه در شهرهای دیگه هم زنان مجبور بشن، اونایی که علاقه ندارن چادر، نقاب و از این چیزا بر سر بکنن، مجبور بشن با حجابی که خاص و میل رژیم هستش به اون ترتیب بیان بیرون و حجاب بر سر بکنن. اتفاقا بر حسب تصادف خانم ماریا، برخی منابع داخلی میگن یکی از قربانی ها حجاب هم داشته. البته بله. خبرهایی که شما میدین یک نفر جان، یکی از قربانیان جانشون از دست داده یا موارد اعلام شده، ما منابع خبری رو نمیدونیم. شما منبع خبریتون رو؟ بله بفهم. بله، سایت یه سایتی هست به نام زندگی سالم. بله. این خبر رو اعلام کرده و این خبر حتی از رادیو اسرائیل خود من امروز شنیدم
و معمولا این رادیوها و این سایت ها اخبار موثق رو پخش میکنن. شما اگه بزنید سایت زندگی حتما اسماله. خانم ماریا سپاسگزارم که اومدین روی خط، چون زمان برنامه ما کم هست. رامین از اصفهان با ماست. رامین بفرمید، شما روی خطین. به نظر من یکی از دلایلی که این موضوعات تو جامعه اتفاق میفته عدم مجازات های پیشگیری یعنی بازدارنده است. یکی از مجازات هایی که باید در مورد این اتفاق می افتاد همین قصاص هایی که متاسفانه تو بعضی از رسانه ها میان پیگیری میکنن و اینا رو منکوب میکنن، تا میخوان اونایی که اینطوری این کارا رو میکنن مجازات کنن یه سری کمپین میان تشکیل میدن میان آقا شما تا حالا آقای رامین اجازه بدین، شما از شهری زنگ میزنین که الان در التهابه، شما میتونید شاهد عینی باشین، از دیده هاتون به ما بگین. در مورد قصاص هم که میفرمایید منابع حقوق بشری و سازمان‌های مدافع حقوق بشر به موارد دیگری اشاره میکنن، نه مورد این که ممکنه که در واقع پیامد هم داشته باشه. تا حالا چند تا اسید پاش اعدام شدن که سازمان‌های حقوق بشری در به اونا اعتراض کرده باشن؟ ما الان در اون مورد صحبت نمی‌کنم. بفرمایید که در اصفهان چه خبره واقعا، چند نفر تا حالا مورد اسید پاشی قرار گرفتن؟ ببینید آقای سفیری، نفراتی که این اتفاق براشون افتاده به صورت مشخصی که تو رسانه ها اعلام نکن تعدادشون چقدره، ولی یه شخصی مثل آمنه که این اتفاق براش افتاد، شما اومد انقدر در مورد قصاص و قصاص نکردن اون شخص مختلف صحبت کردید تا اینکه اون شخصی که این کاری کرده بود، تا اینکه این اتفاقات الان متاسفانه در خانم آمنه بهرامی خودشون در واقع کسی رو که اسید به روشون پاشیده بود رو بخشیدن. بله. سپاسگزارم که اومدین روی خط. این هم نظر رامین بود از اصفهان. اجازه بدین به نیمه اول برنامه رسیدیم، بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به بازتاب اسیدپاشی در شهر اصفهان پرداخته و همینطور نظر تعدادی از بانوان شهر اصفهان رو جویا شده. من یکی دو نظر رو براتون میخونم. شبنم از کسانی بوده که باهاش مصاحبه کردم، میگه کاش زودتر عاملان اسیدپاشی رو دستگیر کنن. برای هر کار خارج از خونه یا آژانس میگیرم یا تاکسی دربست. یکی دیگه از کاربران میگه واقعا این چه معنایی داره، شادی رو از یک خانواده میگیرن و همه اعضا رو درگیر یک حادثه تلخ میکنن. فیروزه هم از کاربران دیگه از علاوه بر اون ابراز وحشت و روبی که نسبت به این مسئله داره، میگه من موندم که این افراد برای چی همچین کاری میکنن. شروین یکی دیگه از کاربران میگه چماق به دستان عاملان اسید پاشی هستن بیگمان، قصاص برای کسانی لازمه که فرمان این جنایت ها رو میدن. یکی دیگه از کاربران در توییتر به نام پویا میگه به نظرم خطرناکتر از خود عمل اسید پاشی اون طرز فکریه که پشت اون هست. عملش رو شاید بشه متوقف کرد، ولی با اون فکر چه کار باید کرد؟ علی یکی دیگه از کاربرانمون هست میگه امام جمعه اصفهان هم مثل بقیه تا حالا یک نگاه به قرآن که کتاب مسلمانان هست ننداخته. این آیه قرآنه که میگه هیچ اجباری در دین نیست، کجای دنیا با کتک و زور و اسید پاشی مردم رو به بهشت میفرستن. اصلا از کجا معلومه که شما خودتون بهشتی باشین که میخواین مردم رو اینطور هدایت بکنین؟ و یکی دیگه از کاربرانمون به نام زهرا میگه من خودم با حجاب هستم، ولی این رو خلاف مسلمونی میدونم، اینها نامسلمون هستن و معلوم نیست برای چی همچین کاری میکنن، به خاطر اینکه حتی در قرآن هم اومده اگر شما گناه کبیره ای بکنین تا 7 ساعت عفو بخواین شما بخشیده میشین. و موندم که اینها چه کاره هستن. پیامی هم داریم که با هم میشنویم. با عرض خسته نباشی خواستم بگم آقا اینا عبدالملک ریگی رو تو هواپیما دستگیر کردن، نشوندن. حالا تو اصفهان با 20 تا دوربین نمیتونن
اینا رو بگیرن؟ به نظر شما این عقلانی هستن؟ این همین افراطی های خودشونن، حالا پشت پرده دارن فکر میکنن چجوری ماسمالیش کنن و کشش ندن و ببینن چجوری میتونن از زیرش در برن. شک نکنید همین بچه بسیجی ها و حزب‌اللهی های اصفهان هستن. مرسی. فرزاد از تهران با اسکایپ با ماست. فرزاد بفرمایید، شما روی خطی. با سلام. سلام. به نظر من مقایسه این مورد و دستگیری افرادی که اسید پاشی کردن با کسایی که مثلا ویدیو هپی رو منتشر کردن یا مال عبدالمالک ریگی، به نظر من خیلی مقایسه اشتباهی است، چون اون افراد شناخته شده بودن. یعنی کسانی که مثلا ویدیو هپی ساختن کسانی بودن که بعضیشون هنرمندای شناخته شده بودن و تصاویر خیلی روشنی از اینا هست، چهرهای اینا قابل شناسایی هست و خب طبیعتاً دستگیریش هم برای نیروی انتظامی کاری نداره. خب این خیلی فرق میکنه با کسی که اسید پاشی کرده و شاید از بعضی موارد اصلا رد و اثری نباشه. به نظر من این مقایسه بسیار اشتباهی است که در طول برنامه چند نفر کردن. یعنی به نظر شما برای پیشگیری از این حادثه 21 روز کافی نیست؟ خب بالاخره همه جای دنیا اتفاق میفته، شاید پرونده هایی که هیچ موقع به سرانجام نمیرسه. اما ببینید مسئله که من میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که حالا فکر کنیم ما این افراد رو گرفتیم، خب میخوایم چه برخوردی باشون بکنیم؟ آیا باز دوباره شما ببینید همین صدای فرزاد قطع شد. تقی از اسلام شهر با ماست. تقی بفرمایید. سلام آقای سفیری، خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید. آقای سفیری، من خواستم نظرم رو بگم که اصلا نه مدافع باشم نه طرفدار کیش حزب و گروهی هم هیچ، ولی من نظرم اینه که اصلا این ربطی به دولت یا مجلس یا نهادهای دیگه نداره. این از این اتفاقات تو ایران زیاد افتاده. چند سال پیش هم من یادم میاد که یکی رو به اسم خفاش شب گرفتن، اونم همچین دست کمی از این اسید پاشی ها نداشت. از این اتفاقات به نظر من زیاد تو دنیا میفته، اما این که روب و وحشت اینو همه تکذیب میکنن، همه محکوم میکنن این که کسی اسید به صورت حالا یا خانوم باشه یا آقا باشه بپاشه، این از انسان‌های روانی و بی خود برمیاد نه انسان‌های سالم. ولی به نظر من این مسئولین حالا یا نیرو انتظامی یا اطلاعات یا همه دنبال این برنامه ها هستن، حالا تو جرایت نیستش، ولی خب نشده که همچین اتفاقاتی تو ایران بیفته و عاملاش پیدا نشن. بله، ممنونم که اومدین روی خط. این نظر تقی بود از اسلام شهر که اعتقاد داره حادثه در حال پیگیری روز تا. مریم یکی از کاربران توییتر هستش که توییت کرده پیام اسخر فرهادی به پزشکان ایرانی رو، که در این پیام آقای فرهادی از جامعه پزشکی ایران، متخصصان در داخل و خارج در از کشور خواهش کرده که از هر طریق ممکن همه همت و توان خودشون رو در این لحظات سخت برای کمک به بانوان آسیب دیده فاجعه غیر قابل باور این روزهای شهر غم‌آلود اصفهان به کار ببندن. کامران یکی از کاربرانمون هست در فیسبوک، میگه جامعه‌ای که بسیاری از مناطقمون هنوز با فقر فرهنگی و کشش به مذهب و خرافات دست به گریبان هست، عده‌ای حاکم به اصطلاح مذهبی قدرت کشور رو در دست دارن و متاسفانه اینطور جنایات و اعمال وحشیانه مورد تشویق حاکمین دینی هستش. میگه ویلا آقایون که در هر رابطه کوچک و حتی شخصی فوری فتوا میدن، چرا در رابطه با این وحشیگری در جامعه هیچ عکس‌العملی نشون نمیدن؟ آقای رهبر و دیگر علمای دین چه حکومتی و چه غیر حکومتی فتوای مشخص و بازدارنده ای نمیدن، دست و دست آمران و دستوردهندگان این فجایع رو نمیبندن. این تقاضایی که نه تنها کامران در نظر خودش عنوان کرده، برخی دیگه از کاربرانمون هم این نظرات رو دادن. من علی پیشاپیش از همه شما عذرخواهی میکنم اگر نرسیدم امروز همه نظرات شما رو در برنامه منعکس بکنم. پیامی هم داریم که با هم دیگه میشنویم. سلام، من میخواستم نظرم رو بگم در مورد اسید پاشی در اصفهان. به نظر من امروز اعلام شده که رئیس پلیس اعلام کرده که این بر اساس یک گروه نبوده و قضیه شخصی بوده و 4 آدم مختلف بودن، که من کاملا مخالفم.
چطور امکان داره که توی این چهار تا خانم همشون پشت فرمان بودن، همشون منطقه شمال شهر اصفهان بوده، بعد الان من توی خونم بخوام یه چیزی بگم که رژیم خوشش نیاد میفهمن من تو خونم دستگیر میکنن؟ بعد چه جور میشه که این اتفاق افتاده توی اصفهان با این همه امنیت، بعد الان شما بیاد تو ایران تو میدونهای غیر اصلا اهمیتی میدوناش نداره، همه جاش دوربین مخفی بود، دوربین وجود داره به بهانه ترافیک و این حرفا، بعد اونا همه چیزو مهار شده است ایران، همه چیز کنترل شده است، بعد به همین راحتی همسر من الان نمیتونه بیاد تو قیام میترسه مثلا امنیت رو از ایران از بین بردن، بعد انتظار داریم که مثلا به همین راحتی بگیم که اینا یه اتفاق ساده ای بوده، مجلس اومده بعدن اومده تازه الان داره امروز نماینده میفرسته که قضیه رو پیگیری بکنن، اوضاع خیلی خراب و من مطمئنم که این کار کار گروه های فشار متعصب مذهبی به بهانه امر معروف این کارو کردن که مردم رو رعب و وحشت به وجود بیارن که حجاب خودشون رو رعایت بکنن. من خیلی عصبی هستم، من خیلی ناراحتم و امنیت وجود نداره تو ایران. امین هستم از لنگرود، متشکرم. کوهسار هم از تهران با ماست. کوهسار بفرمایید، شما روی خطین. متشکرم. بفرمایید. یک سوالی اوایل برنامه مطرح کردید فکر کنم از قول کاربران بوده که مجلس هیچ واکنشی نشون نداده. مجلس متأسفانه قبلا واکنش نشون داد، وقتی اون طرح رو 150-160 نفر میان امضا میکنن که امر به معروف رو باید به صورت قانون در بیارن، خب یه دو جوان احساساتی هم فکر میکنن خب اونا نماینده مردمن، خیر سرشون دارن یک چنین راهی رو باز میکنن، یه چراغ سبزی برای یک چنین خشونتی رو میدن. اونا کاری من فکر میکنم اونا یه عذرخواهی خیلی بزرگ به مردم بدهکارن. من میخوام از خودمون انتقاد کنم. ببینید تو اصفهان اون پدر دردمند داشت میگفت آقا دخترش رو بعد از اینکه این اتفاق افتاد دوباره نشوندن تو ماشین خودش که غرق در اسید بود. یعنی احتمالا درک من اینه خیلی باید یا طرف نادان باشه یا اینکه حیفش اومد تو ماشین خودش بهشونه، فکر کرده این بنده خدا اسیدیه ممکنه صندلیش خراب بشه. این واقعا یه فاجعه است، امیدوارم این به گوش مردم دنیا نرسه که یعنی اصلا با عقل جور در نمیاد. این که مسئله دیگه اون صدای اون خود پدر این یکی از خانم‌ها، من از اون صدای دیگه تقریبا خبری نشنیدم زیاد به صورت گزارش. پدر یکی از قربانیاست که واقعا داره التماس میکنه که فقط کمک پزشکی بشه. این واقعا خیلی برای من عجیبه که هنوز نشده. یعنی این اتفاقیه که به هر حال نهادهای حکومتی مسئولن که این ناامنی بوده، این اتفاق افتاده و این کمک کردن. ما میایم جای دیگه دنیا کمک میکنیم، این دیگه حالا میگن آقای فرهادی پیام داده، اصلا من فکر میکنم خیلی زودتر از این باید پزشکان ما کاری میکردن. سپاسگزارم. بفرمایید. اجازه بدید من بگم. بفرمایید. که این آقایون اومدن راجع به این که اگر اینا رو بگیرن باز بخوان قصاص بشن، شروع میکنن طرفدارای این، واقعا این اتفاق میفته. ببین خانم آمنه رو شما میگید ایشون طرف نظر کرد، تحت فشار بود. تو برنامه آقای نیوشا ساعت ششم اصلا گفت که شما میان شعار می شما پدر من در آوردید، به خانم شادی صدر میگفت، میگفت چرا نمی کمک کنید حداقل من در ما بودجه نداریم، گفت فقط میتونیم بس شعار بدیم. این بحثی بود که الان اطمینان تو فایل صوتیش هم هست. الان من خواهشم اینه طرفدار حقوق بشر بیان از با اعدام ها مخالفت کنن، با اعدام نو جوانایی که نگه میدارن 18 سالشون بشه اعدام بکنن، ولی اگه اسید پاشی رو گرفتن خواستن قصاص کنن، تقاضای من به عنوان یه ایرانی اینه که آقای کوهسار ما نمیتونیم که ترویج خشونت بدیم، امیدواریم که پیشگیری بشه از خشونت. هدف از این سپاسگزارم که اومدین روی خط. بله ببینید هدف از این برنامه این هستش که اسید پاشی یک خشونته، باید جلوی خشونت گرفته بشه وگرنه در یک سیکل پر از خشونت قرار میگیریم. علی از ترکیه با ماست با اسکایپ. علی بفرمایید، شما روی خطیم. با درود سلام به شما تمامی همکارانتان. بفرمایید. بنی آدم از ها یک دیگران که در آفرینش یک گوهرن جازی به در دامن دوسی ها دیگران سار جاهد. من تو تحصیفم که پدر این مصیبت دیده دیشب توی یکی از برنامه خواهش میکرد و میگم من در ماشین بیخوابم و دکترها استمداد میکرد. آقای نویسندگان، آقای گورنمنتان، کمپینگ انجام بدید. امروز و امشب هم دایی شما این حرف رو زده، 21 روز درد. خواهش میکنم کمپینگ انجام بدید، کمک کنید، دنبال مقصرین رو بگردید، ولی نه به این صورت. اما
جناب من میخوام بابی رو باز کنم که به صورت سیستماتیکه یا انتقام جوییه. ببینید ایران تنها کشوریه که غیر از ارتش و نیروهای انتظامی که داره، سپاه داره، از به صورت بسیجی 20 میلیون داره، سربازای گمنام داره که سربازا صاحب زمان هم، اطلاعات داره، ضد اطلاعات داره، انجام محلی داره و همه داره، به طوری که حالا ریگی رو هوا میگیرن، به طوری که در برنامه 88 از روی دستگاه پیشرفته اسمس ها رو کنترل میکنن، به طوری که تمام اون بچه‌هایی که متاسفانه قتل رو انجام دادن و مهندسین ما رو ترور کردن با دوربین‌های نارای بسته گرفتن. شما یه محبت کنین اینا که میخوام واقعا اگه میخوام بفهمم موضوع چیه، اینا رو بغل هم قرار بدین پازل رو. آقا من برای من یه سوالیه، برای من یه سوال اینه که علی خیلی کوتاه بفرمایید، ما بیننده های زیادی پشت خط داریم، بفرمایید. چشم. اما این اولین بار نیست که اسید پاشی شده، درسته؟ بلد. چند بار به چه نتیجه رسیدن، چقدر مؤثر معرفی کردن که این بار دوباره باشه؟ اگر به حافظه ما رجوع کنیم، یک بار یکی از این جوانان هم معروف در تهران اومد به وسیله ایده مردم به این زرشت قرار گرفت، رادیو تلویزیون رو بگو قرار دارم. علی سپاسگزارم که اومدی روی خط و ابراز احساساتت، ممنون. بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه این بحث. کاربران در توییتر کوهیار گودرزی که البته خبرنگار و فعال حقوق بشر هم هست، در توییتش میگه کارتون بزرگمهر حسین پور که البته نشونه شده، میگه در مورد اسیدپاشی های اخیر تقدیم شده به قلب های ترسیده دختران اصفهانی. بهار یکی از کاربرانمون میگه برای چی برخورد بکنن، تازه راهی پیدا کردن که بقیه خانم ها رو از ترس مجبور بکنن که خونه نشین بشن، هیچ کس هم قطعا از ترس برای کمک جلو نمیره، مردم از کجا اینها رو پیدا میتونن بکنن، شکایت روباه به گرگ بکنن. یکی دیگه از کاربران، یکی دو نفر بیشتر نبودن این کاربرانی که میگن چرا خانم ها اینطور لباس بپوشن که این اتفاقا بیفته، بهتر نیست که این کار رو نکنن، به توصیه های دینی هم اشاره کردن. اما همین با واکنش زیاد خیلی از کاربران روبرو شده. در اینستاگراممون این اتفاق افتاده، سجاد در اینستاگرام در پاسخ میگه اتفاقا کاملا قابل پیش بینی هستش این مسائل، وقتی مجلس با قوانینش، امام جمعه با سخنرانی‌هاش و صدا و سیما با برنامه‌های جهت‌دارش علیه به قول خودشون بدحجابی‌ها موضع می‌گیرن، خب در این شرایط بسیجی‌ها و انصار باید چه کار بکنن. و کاربران دیگه‌ای هم به همین منظور نظر دادن، اشاره کردن، دوباره من نمی‌خوام تکرار بکنم، امیر محمد علی از اون کاربرانی بودن که اشاره کردن به دستگیری‌هایی که قبلا اینها انجام دادن خیلی سریع، ولی الان واکنش خیلی زیادی هم نداشته. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205، پیامی داریم که با هم میشنویم. با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. محمد جواد هستم از تهران. شما فکر کردین که طالبان و داعش و فقط پاکستان و افغانستان و عراق دارن؟ نه عزیز من، ما خودمونم در داخل ایران از این نوع گروه ها داریم که دست به اینجور کارا و اسید پاشی و کارهای دیگه بدتر از این میکنن، میزنن، که تا حالا دیدیم زدن. مرسی، خداحافظ. شما با درود همکاران و دستاندرخان برم روی خط. من از تهران تماسی احمدی هستم. من فکر میکنم این برنامه اسید پاشی که داره صورت میگیره همه توسط این نیروهای خود دولتی یا این بسیجیان هست که اینا همه برنامه شده. خانم مژگان از سوئد با ما هستن. خانم بفرمایید، شما روی خطین. با سلام. بفرمایید. با سلام خدمت شما، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. من می‌خواستم اول مثالی بزنم که مربوط میشه به همین مورد، که وای که رد پای دزد آبادی ما چقدر شبیه تکمه‌های کت خداست. این مثال مربوط میشه به اینکه اینا همه از عوامل خود رژیم هستن که میخوان حجاب رو اجباری کنن، همونطور که توی مجلس اعلام کردن.
چطور میشه تو کشور ایران کسی که 3 میلیارد دزدی میکنه خیلی راحت از کشور خارج میشه، یا عوامل توهین به خمینی دجال خیلی سریع دستگیر میشن، ولی متاسفانه این وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی که دست نشانده خود خامنه ای خونخوار هستن هیچ خانم مژگان خانم مژگان اگر که اجازه بدیم من با شما خداحافظی کنم. شما اگر پیامتون رو دادین، در روش برنامه ما نیست که در واقع ما اجازه بدیم که با الفاظ به دیگران حمله بکنن. فرهاد از آمستردام با ماست. فرهاد بفرمایید با اسکایپ. فرهاد از آمستردام با اسکایپ. درود بر شما. بفرمایید. ممنونم. بفرمایید. ببینید من میخواستم خیلی کوتاه نظرمو بگم به خاطر این مسئله واقعا وحشتناکی پیش اومده. در اولین مسئله که هست مردم ما، زنان ایرانی ما، در اول حجابشون به خودشون مربوطه و این آقایون هستن که باید چشماشون رو درویش کنن، کاری به حجاب خانوما نداشته باشن. در اولین مسئله که کل آزادی یک زن رو نتونن بگیرن و این خانوم ها هستن که باید خودشون در مقابل این زورگویی ها، این وحشیگری ها مقابله کنن، یعنی خودشون رو اثبات کنن تو جامعه و نذارن اشخاصی مثل این بسیجی ها یا این پونس چسبون ها که الان 35 ساله دارن به مردم زور میگن در مقابلشون ایستادگی کنن. من نمیدونم خانوم های ایرانی و مرد های ایرانی که ایرانو به فرهنگ ایرانی رو شما آقای فرهاد شما منظورتون مسئولیت اجتماعی افراد در قبال همدیگه است؟ دقیقاً باید انسان‌ها، مردم ایران که دم از فرهنگشون میزنن تنها به اسلام نگاه نکنن. اسلام هیچ وقت نگفته که باید خانم چادر سرش باشه یا افرادی مثل طالبان که توی افغانستان دارن به مردمشون زور میگن به مردم ایرانی هم زور بگن. حجاب خانوم ها دست خودشونه و این خانوم ها باید خودشونو توی جامعه مطرح کنن، مثل جامعه هلند. شما نمیتونی به هیچ خانومی چپ نگاه کنی چون که همچین اجازه رو به شما نمیدن و هیچ مردی فرهاد. من زمان چون زمان برنامه کمه از شما خداحافظی میکنم. بله یکی از مسائلی که روز حتما تو شبکه‌های اجتماعی بشه اشاره شده قوانین حمایتیه. درسته. همون نظر اولی هم که من خوندم اون خانم به همین مسئله اشاره کرده بود که متاسفانه خانم ها قوانین خیلی حمایت کننده ای ندارن در جامعه و مسئولین هم که فعلا اینطور دارن برخورد میکنن. در فیسبوک هم یک فراخوانی تشکیل شده به نام فراخوان تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر که برای همبستگی با قربانیان قرار روز چهارشنبه 3 مهر ساعت 10 مقابل دادگستری با همدیگه دور هم جمع بشن، خواهش کردن که انگار از هر گونه شعار و جانبداری سیاسی در این تجمع استفاده نکنن، فقط حضور داشته باشن و همبستگی خودشون رو نسبت به این قربانیان و خانواده‌های اونها ابراز بکنن. یک کاربر دیگه میگه مردم خواهان محکوم کردن این اسیدپاشی ها توسط انصار حزب الله و امام جمعه و نماینده مجلس هستند که روشن بشه مرزبندی ها کجا هستش. در توییتر آنینی در توییتش میگه اسیدپاشی از روی عقده به بهانه عقیده. و آسمانه در اینستاگرام میگه اتفاقات غیر قابل پیش بینی هستن و گاهی در مراحل ابتدایی حتی قابل پیشگیری هم نیستن. یه آدم یا آدمای بیمار ناگهان دست به یه کاری میزنن که همه تو بهت میرن و تا نیروی انتظامی میاد مطلع بشه و آگاه بشه و برنامه ریزی بکنه منجر به 2 تا 3 اتفاق دیگه هم میشه. اینکه این اتفاقات باید تو جامعه باشه یا نباشه محدود به فکر و نیت آدم‌ها هست و تا اون فکر علنی نشه پلیس هر چقدر هم حاضر و آماده باشه چطور میتونه پیشگیری بکنه. اما این با واکنش روبرو شده و کاربران میگن از این بیشتر اینها میتونن عکس العمل نشون بدن. همونطور که در توییتر هم نسبت به دستگیری یه عده دیگه در شهرهای دیگه مثل شیراز که در تلویزیون هم اعتراف تلویزیونی ازشون گرفتن و جلوی دوربین که اینها افرادی بودن که انگار در فیسبوک فعالیت‌هایی کرده بودن به اون مسئله اشاره کردن. و پیامگیر برنامه‌مون هم هست 202-382-7205 پیامی داریم که با هم میشنویم. درود بر شما. اصلا که من یه شکایتی داشتم از
طرز برنامه شما و اینکه که شما میخواید که امر به معروف و نهی از منکر رو ببرید توی این مسئله و این مسئله به حجاب رفتش بدید. این مسئله این سرطی به حجاب نداشته. قربانی ها یکی بودن صرفا همشون خانمایی بی حجاب نبودن، خانمایی هم بودن که حجابشون خوب بوده. سلام، من میخواستم بگم که این قضیه اسید پاشی واقعا شرم‌آوره و این نشون میده که دستگاه حکومت میخواد که خانم‌ها از این به بعد دخترهای جوان با چادر و چاخشور بیان تو خیابون و این نقشه ایست که برای جلوگیری از آزادی و پوشش بیشتر برای خانم‌های محترم و دختر خانم‌های عزیز ایرانی است. متاسفانه نقششون نقشه خود حکومته. امیدوارم که پی به این قضیه ببرن و بیشتر از این مردم ایران آزار ندن. خانم محبوبه از استانبول با ما هستن، ترکیه. بفرمایید خانم، شما روی خطین. درود حضور شما جناب سفیری، سفیر خانم ایران دوست و همه بینندگان محترم. جناب سفیری، این یک خشونت سیستماتیک و بالاتر از اون یک خشونت ایدئولوژیک هست. من یک زنی هستم حدود 52 سال که الان در حدود یک سال و نیم هست که از ایران خارج شدم و تا زمانی که این سیستم ضد مردمی و ضد بشری تغییر نکنه هم نمیتونم و نمیخوام که برگردم. من خود همه خانومایی که در سن و سال من هستن به خاطر دارن که از سال 61 که حجاب دیگه به شکل خیلی یعنی تهاجمی اجباری شد، خود ما شخص خود من که اون موقع ساکن شیراز بودیم با تهدید اسید پاشی و پیامی که از مسجد از بسیج مسجد به خونه ما دادن که نپوشه دخترتون، اگر روسری نپوشه اسید میپاشیم بهش، من دیگه پوشیدم و بعد از اونم دیگه یه جوری بود، یعنی دیگه سراسری بود برای مدرسه و دانشگاه هم که اون موقع تعطیل بود دیگه، محیط کار و همه چیزی. و یک مورد دیگه که من به فاصله 7-8 سال بعد که توی دانشگاه شیراز بودم، یک استادی که الان اسمش هم میتونم بگم ولی حالا خیلی مهم نیست چون احتمالاً دیگه بازنشسته شده، دکترای شیمی بود توی من در علوم انسانی تحصیل میکردم، همون چهارای ادبیات اون طرف هم دانشکده علوم بود. یه روز شنیدیم که دکتر فلان توی جلسه شورای بخش دانشکده علوم گفته که این کسانی که اسید میریزن روی دخترها تو خیابون اینا حق دارن و خوب کاری میکنن. مثلا این صحبت سال یه چیزی حدود سال 70. خانم محبوب سپاسگزارم که نظرتون رو گفتیم، من زمان کمی دارم. سارا هم از رشت با ماست. خانم بفرمید، شما روی خطین. درود بر شما. بفرمید. خواستم قبل از اینکه در مورد موضوع برنامه‌تون صحبت کنم میخواستم یه سوال بپرسم. ایران با اسکایپ با ماست، بفرمایید سالار. من سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم. ابتدا انزجار خودم رو از این حوادث ناجوانمردانه و جنایتکارانه اعلام میکنم. در برنامه‌تون یک صحنه نشون دادید از اتفاقات در فیلم سینمایی بود زندگی خصوصی، از اتفاقات در دهه 60 که پونز به پیشونی خانم‌های بی حجاب می‌زدن. جادر بگیم که ادهی که اونایی که اون موقع اون کارا رو میکردن الان کسانی هستن که داعیه دار روشنفکری و حقوق بشر هستن و در محافل مختلف میان علیه اسلام و علیه نظام الان حرف میزنن. همون موقع اونها این کارو میکردن، امثال آقای اکبر گنجی. در مورد آقای سالار اجازه بفرمایید شما وارد ببینید شما اجازه بفرمایید در روش این برنامه نیست از افرادی که حضور ندارن ما نام ببریم و اجازه نداشته باشن. من با شما خداحافظی میکنم، در شبهای بعد هم میتونیم بیاییم و نظرتون رو بگین. در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم، همراه ما بمانید. که
تعمد وقت من نتونستم نظر پزشک فوق تخصص رو براتون در رابطه با واکنش مردم بخونم. حتما سری به فیسبوکمون بزنین، در فیسبوک به اشتراک میذارم این نظر رو. اما خبری که براتون آماده کردم از حضور کیتارو، هنرمند سرشناس ژاپنی هستش که در ایران که قرار بود 27 مهر ماه هم برای پنجمین شب در تهران روی صحنه بره، به خاطر صادر نشدن مجوز توسط اداره اماکن نیروی انتظامی اجازه این کار رو پیدا نکرد. پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این مسئله رو تایید کرده بود. بله، من از فرهاد از آمریکا، آقای رستمی از اصفهان، صمد از ایران هم عذرخواهی میکنم. اما نهادهای اطلاعاتی در ایران چه نقشی ایفا میکنن؟ دولت ایران در 35مین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات، 30مین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات اعلام کرده 16 نهاد اطلاعاتی در کشور فعالن. پیامگیر برنامه هست 202-382-7205. از همین الان میتونیم بیاین و نظراتتون برای برنامه فردا رو در برنامه منعکس بکنیم. منتظرتون هستیم. تا فردا شب، شب بر همه شما خوش. روز شبتون خوش.